سلام، در این ویدیو من میخوام با شما در رابطه با نحوه مصرف داروی ونلافاکسین در اختلال پنیک صحبت بکنم. داروی ونلافاکسین از دست داروهای SNRI ها یا مهار کننده های انتخابی بازجذب سروتونین نورپینفرین هست که در درمان پنیک مورد استفاده قرار میگیره. برای اختلال پنیک از نوع اکستندد ریلیز یا پیوسته رهش این دارو استفاده میشه. این دارو دارای ایمیدیت ریلیز و اکستندد ریلیز هست، یعنی دو فرم ایمیدیت و اکستندد داره، یعنی آنی رهش یا پیوسته رهش، که برای اختلال پنیک از نوع پیوسته رهشش استفاده میشه. پس انشا باید روی بسته دارو دقت بکنید که نوشته شده باشه رهش پیوسته، پیوسته رهش یا اکستندد ریلیز. دوز مصرفی این دارو با 37.5 یک بار در روز آغاز میشه به مدت 7 روز. 7 روز 37.5 میلی گرم در واقع مصرف میشه روزی یک بار. اینکه صبح، ظهر یا شب باشه زیاد اهمیتی نداره، فقط باید در روز یک بار مصرف بشه و اگر دچار مشکلات معدوی یا هضم غذا هستید میتونید با معده پر مصرف بکنید دارو رو. پس هرچه در هفته اول در 7 روز روزی 37.5 شروع میشه و بعد در هفته های بعد به 75 میلی گرم افزایش پیدا میکنه و بعد از 7 روز از روز 8 دیگه 75 میلی گرم رو اون هم یک بار در روز مصرف میکنن. و میزان دوز درمانی، یعنی دوزی که درمان درش تثبیت میشه، اون دوز تثبیت شونده درمان بین 75 تا 225 میلی گرم در روز هست، که در اونجا هم حتی اگر 225 میلی گرم که ماکسیمم دوز مصرفی این دارو در روز برای اختلال پنیک هست تجویز بشه، باز هم یک بار در روز در یک وعده باید مصرف بشه. و عموما در یک بازه 4 تا 6 هفته‌ای از مصرف که میگذره اثرات درمانی یواش یواش نمودار میشه. طول مصرف این دارو برای اختلال پنیک بین 8 تا 12 هفته در واقع در حداقل هست، یعنی 8 تا 12 هفته از مصرف که بگذره اختلال پنیک مورد در واقع درمان واقع شده. در بعضی از موارد میتونه به 6 ماه هم در واقع برسه و بیشتر از اون هم بشه. اگر اختلال بسیار شدید باشه میتونه مدت زمان بیشتری از 3 یا 6 ماه هم طول بکشه، اما عموما در یک بازه 3 ماهه در افراد پاسخ درمانی دیده میشه. برای قطع این دارو هم دوباره با کاهش تدریجی دوز اقدام به قطع میکنن و دوباره در هفته آخر یک هفته با دوز 37.5 مصرف میشه و بعد در واقع قطع میشه. یادتون باشه که از اطلاعات این دارو و از اطلاعاتی که در رابطه با این دارو در این ویدیو داده شد فقط در راستای افزایش آگاهی خودتون باید استفاده بکنید. برای قطع، مصرف یا تغییر دوز دارو حتما با متخصص مربوطه مشورت بکنید.